همونطور که شما دیدید توی درس قبلی، از جلوی دوربین حالا ما داریم همینطوری به سمت عقب میایم، یعنی چیزی که جلوی دوربین هست روی متباکس دوربین، روی لنز دوربین، حالا بخش رکورد دوربین. به طور مثال من اگر اینجا این فیلم نگ رو اینجوری درگ بکنم، اینجا دقیقا شما میبینید که عین یه گذاشتن حلقه نگاتیو توی پشت دوربین هست و در واقع این قسمت به چیزهای مربوط میشه که توی بدنه دوربین و تو قسمت ضبط دوربین میفته. اینجا باز چند تا از چیزهایی که داریم تکراری مثل اکسپوژر، کانتراست، کالر کانتراست و حالا چند تا چیز دیگه، شاید 3-4 تا از اینا خیلی منحصر به فرد باشه و متفاوت باشه. یکی فیلم گرینه که در واقع همون گرین شماست، اون چیزی که کسایی که حالا شاید جوان‌تر هستن بیشتر به عنوان نویز میشناسن، اگه این رو شما زیادتر بکنید طبیعتاً گرین بیشتری توی تصویرتون میبینید. بعضی از تصویرهایی که خیلی صاف و تمیز و صابون کشیدن، شما میتونید این گرین رو استرایک بکنید و یه مقداری حالا اون حالت رو میگیره. این نگاتیو بلیچ بایپاس بیشتر راستش به نظر من بعد تو قسمت پست می بود، ولی حالا اینجا هم شما اگه اضافهش بکنید یه حالت بلیچ بایپاس ایجاد میکنه روی تصویر شما که یه مقدار رنگ های شما رو اون شدت و حرارت رو ازش میگیره. توی فیلم نجات سرباز رایان با همین تکنیک نگاتیو ها شسته شده بوده توی لابراتوار و این اتفاق باعث میشه که تصاویر یه ذره به سبزی بزنن و یه خورده اون سچوریشنشون کم بشه. یکی از مهمترین چیزهایی که ما اینجا داریم این خود فیلم نگاتیو هست. من قبل اینکه اینو توضیح بدم خیلی سریع این دوتا رو میگم خدمتتون، البته این ستا رو، تو کالر استریپ این به اوایل دوران رنگی شدن فیلم ها برمیگرده که فیلم ها در واقع فقط سبز و قرمز داشتن، یعنی ما آر و جی و بی نداشتیم، بلو وجود نداشت و تصویر فقط از رنگ‌های قرمز و سبز تشکیل می‌شد که یه حس خیلی عجیب قدیمی به تصویرتون میده. اگه خواستید میتونید ازش استفاده بکنید. شاتر استریک مال زمانی که نور میدوه توی بدنه دوربین، یعنی به طور مثال شما فرض کنید این تیکه اگه یه ذره فاصله داشته باشه لنز با بدنه، یه ذره از اینجاها نور ریزش میکنه تو روی نگاتیو. یا به طور مثال اگر خود لنز شما بالاش، یعنی مثلا لنزتون ضربه خورده باشه، یه مقدار ممکن نور ریزش بکنه توی خود بدنه به دلیل اون نقص لنز. اتفاقی که میفته یه همچین چیزی هسته، شما از بالا و پایین تصویر یه مقدار ریزش نور میبینید توی تصویر. اگه خواستید میتونید شدتش روی مقدار زیاد بکنید، اگه خواستید میتونید فالاف نرمیش روی خود کم و زیاد بکنید و سایزش هم باز به همین شکل. این افهیه که بعضی وقتا برای ایجاد حسه مثلا تصاویر فلشبک، نوستالژی، چیزای اینجوری ازش زیاد استفاده میشه. توی فیلم بورن علال خصوص خیلی این افکت زیاد استفاده شده بود. شولدر هم که یکی از شاید عنوان مهم شما باشه، میاد قسمت‌های خیلی تند و تیز هایلایت های شما رو نرم میکنه. شما اینجا اگه نگاه بکنید الان من این تیکه هایلایت هم خیلی شدید هست و خیلی برش شدید داره، من اگه این شولدر روشن بکنم میاد اون تیکه رو اینجوری خیلی نرمش میکنه و دیگه اون شدت و تیزی رو ازش میگیره. اما مهمترین عنوانی که اینجا وجود داره بدون تردید این عنوان فیلم نگ هست، یعنی شما در واقع از چه نگاتیوی استفاده کرده برای فیلم برداری. این در واقع میاد اونها رو بازسازی میکنه و میگه اگر شما سر صحنه با کوداک به طور مثال 52 520 سری 5 ویژن 2 با حساسیت 250 فیلم برداری کرده بودی، تصویر شما چه شکلی میشد. این دی که شما اینجا میبینید دیلایت هست برای فیلم برداری روز و تی ها برای تانگستن یا فیلم برداری شب هستش. عددی هم که اینجا شما میبینید عموما به حساسیت این نگاتیو اشاره میکنه. به طور مثال شما هر چقدر حساسیتتون کمتر باشه طبیعتا تصاویرتون یه مقدار
تیره تر میشن، هر چقدر حساسیتتون بیشتر باشه روشنتر. البته تصویری که ما اینجا میبینیم این رو به ما نمیگه، ولی قاعدتا باید یه همچین چیزی باشه. شما بیشتر به جنس تصویر بهتره نگاه بکنید، حالا تو لزوما به این عنوانی که این تحت داره، ولی خب این دی و تی در واقع به همون دیلایت و تانگستن دارن اشاره میکنن. باز یکی دیگه از نگاتیف های خیلی مشهور این فوجی فیلم سری اترنای 500 تی هست، 500 تانگستن، یا ریالای 500 دی، 500 دیلایت. و البته من یه نکته رو بگم خدمتتون، توی بعضی از موارد نه همیشه لزوما این عدد میزان آیاسو حساسیت نیست، این هم در نظر داشته باشیم. به خاطر همین میگم بهترین راه اینه که شما حتما به جنس تصویر بیشتر نگاه بکنید، حالا تا لزوما به این عدد و چیزی که اینجا هستش. پرولوکروم هم باز یه جنس تصویر دیگه هست. پرولاستیا هم باز همونطور که توی یکی از درس قبلی اشاره کردم خدمتتون، کار استیو مشویتس از سایت پرولاست هست، اگر خواستید میتونید کاراش و خودآموزاش رو چک بکنید توی سایت پرولاست. و این و این در واقع پیش‌فرض‌هایی که ایشون درست کرده. خب به طور مثال من ممکنه اینجا از این پیش‌فرض اترنای 500 تی بخوام استفاده بکنم، و حالا اینجا شما اگه خواستید کالر تمپرچر رو میتونید کمتر یا بیشتر بکنید، تصاویرتون رو خنک‌تر یا گرم‌تر بکنید، تینت رو باز به همین شکل کم و زیاد بکنید که بیشتر تصویرتون به ارغوانی میزنه یا به سبز، یعنی در واقع برای کسی که با کورف ها آشنا هستن همون بالانس بین ماژنتا و سبز هست. اکسپوژر رو چندین بار قبلا صحبت کردیم، اینجا سچوریشن کاملا مشخصه. و وینتج یا مدرن تصویر شما رو به حالت این وینتج یا قدیمی شدن یا مدرن یا همون حالت سبز بیشتر ماتریکسی تبدیل میکنه. گرین هم که قبلا صحبت کردیم روش، اگه خواستید میتونید گرین رو بیشتر بکنید یا کمتر بکنید. ممکنه مثلا شما بخواید تصویرتون یه مقداری گرین داشته باشه که میتونید روی 50 بذارید. و در نهایت این عدد پایینی کل تاثیر این لوک رو اصطلاحاً کم یا زیاد میکنه. یه موضوع دیگه هم هستش که من اون رو توی درس بعد میگم خدمتتون، ولی حالا تا قبل از اینی که بخوایم که بیشتر به بحث پست مربوط میشه و اینی که حالا شما غیر از فیلم نگاتیو فیلم پرینت هم میتونید داشته باشید و بگید اگر قرار بود حالا این تو لابراتوار ظهور بشه چه تأثیری روش میزش و چه اتفاقی براش میافتاد. ولی اینجا من حالا قبل از اینکه هر کار دیگه بخوام بکنم میتونم بیام یه مقایسه خیلی ساده بکنم اینجا فقط با همین کالر اسپیس، یا بذارید من این کالریستا هم اینجا داشته باشم، فقط با همین سه تا عنوان ساده، یه کالر اسپیس، یه کالریستا و یه فیلم نه، شما ببینید که من یه همچین چیزی تونستم درست بکنم. حالا من اگر این تصویر رو با تصویر بعدیش مقایسه بکنم که رک 709 هست، رک 709 هست، شما میبینید که با اینکه هر دوتای اینا یه دوربینه یه تصویره تو یه لحظه از زمان فیلم برداری شده، این یکی که با پروفایل فلت فیلم برداری شده تصویر خیلی لطیفتر و نرمتری، حس خیلی بهتری داره به نسبت این یکی که خیلی به ویدیو میزنه. علت این که تو اون قسمت فلت راستش من اینقدر تاکید داشتم که حتما تصویرتون لاگ یا فلت فیلم برداری باشن به خاطر همینه. اون چیزی که خیلی ها ازش شاکی هم و میگن آیا همه دوربین های دیجیتال حس تصویرشون حس ویدیوه، در واقع همین مشکله. شما اگر فلت فیلم برداری بکنید این مشکل دیگه به وجود نمیاد و شما همینجا همونطور که میبینید دقیقا یه تصویر، یه دوربین، یه شرایط میتونه اینقدر تصویر لطیفتر یا اینقدر ویدیویی تر باشه. بیشترین مشکلی که این اتفاق رو ایجاد میکنه همون استاندارد رنگ مونیتور و همون رک 709 هستش. خب این هم از بخش کیمرای ما. حالا توی بخش بعدی من آخرین عنوانم راجع به این پلاگین ماجیک بلت خدمتتون میگم.